کابل کې د ورځې څومره قانوني او ناقانونه چاودنې کېږي او تر شا یې څه موجود دي؟ دغه چاودېدونکي توکي له کومه ځایه راځي او څه ډول ترې بمونه جوړېږي؟ تاسو سره به هم پوښتنه پیدا شوې وي چې څه ډول کابل ښار د ورځې د لسګونو چاودنو شاهد وي. ورځو د چاودنو ځایونه درته ښایو او د بمونو د جوړېدو څرنګوالی لټوو. راسره اوسئ. د کابل کمرو دامنه سیمه ده. د تیګو ډیرې قانون هم دلته موجود دي. دغو قانونو څښتنان تیګې په بمونو الوزوي او خرڅلاو ته برابروي. ورځو له دوی سره خبرې کوو چې څه ډول بمونه جوړوي او څنګه چاودنې ورکوي. وسایل اسکاوتور است میکنه مثلا از خودش زیرش میکنه سنگ روان بشه می مفته اگه کدام سنگ سخت شد با سرازو چی میکنید؟ سرازو دیگه برمه میزنه میش برمه که زدین باز مواد انفجاری را چیز بله باز انفجار میکنه. بله یکی همینجا مثلا دمینجا شما انفجار میتونید دیگه با مردم خواز اینجا باز دور میشه چطور؟ پت میشن کلش دور میشه پت میشن خب اگه دور نشه مشکل جور میشه مشکل جور میشه همین که شما اینجا کار میکنین از طرف دولت خود کدام ممانعت مشکل بود شما جور نه ان شاء الله نه مشکلات ما اینجا می است که سنگ کم نیافت از یک دره اینجا که ما این بسیار وقت ما ضایع میشه سنگ پیدا نمیشه مواد نیست کمی جزوز این فجار بدن سنگ پیدا شد چرا مواد نیست؟ مواد بس؟ مواد که بس سایلش نیست مواد پیدا نمیشه بسیار با مشکلات دولت مواد بند کرده سر می سنگ کشا یکی همین انفجار میده یه را از کجا میده؟ میره دکه میخرن از کجا میکنیم معلوم نیست قانونی یا غیر قانونی؟ قانونی است فکر کنم خو اوس پوښتنه دا ده چې دوی دغه چاودېدونکي توکي له کومې لارې راوړي او څنګه یې کابل ته پنانانه کولو دلته چاودنې ته چمتو کوي ورځو د دغه کان له یو مسؤل سره خبرې کوو چې په دې اړه څه وایي Thank you.
چاغم کته که زنجیرونه دی غټ غټ زنجیرونه دی دغه زنجیر وتلو او موټر شاته وتلو کاش کا ګوزر او وزر او چته دا وزي او ګور یو یو دانه ده ها او اوس کده زنجیر ونه سو زیاتر پم دی چې بارود او بارود بیا سره کم کید دی ا چری بارود نه دی اتو ها هغه بیا ته پیاچې دلته په قانونو د بیلا بیلو هیوادونو او تجارتي مرکزونو نمونه خودل شبی دغه کان د دوبی کان نومیږي او هغه ته د خلیج نوم ورکړی دی ځکه دوی په چاودنو په اسانۍ سره کیندنه کوي او ګټه به ډیره وي ولای کانو کاس یا کیش کامو کلانترین مشهورترین کاس تا کانو دوبی میگنه شونه دیگه از او بالا بیادرم و کان آجی عبدالرحمن یا میگنش وام کلان است دیگه همی دره حساب کان همی کانا کلش هست دیگه به نظر چقدر مردم به اینجا کار خواهد؟ در نظرم والا دیگه کم از کم که هیچ نباشه 1000 نفر مسئول در میکل کانا کار میکنه دلته د دغه چاودنو ځایونو ترڅنګ د عامو خلکو کورونه هم دي دوی ته به ورشو چې دوی څه وایي او دغو چاودنو یې د ماشومانو په ذهنونو څومره منفي اغېز کړی دی وړکی له کور نه لیسي راوتی ډارېږي دوکال ته لیسي راتللی او سې بس اواز خو یې خپله پوهېږي نو ډېر غټ اواز کوي او دا دغه ډارېږي لوله مکتب ته ځي له کور نه بیخي له راوځي دا ځیلی والله او دا پوښتله له کوي څوک پیسې رشپت د ټول اور دا به صحیح رو ډاری ګرنه بعد دې بمونو مخې ونول شي کاسش خانه مګریزا کاش یک سو میره دغه بیچاره پراګنده بشه انفجار شده انفجار شده وقت
توفلکو گریخته و تا خودمون ترسیدیم ما متر چی نیستم دلاور نیستم خودمون ترسیدیم خودمون خال انداختیم در روی زمین و دیکو باید انفجارات صورت نگیره باید در اینجا سنگ که میکنن این گلم و گلم و هرچی که من رو حتی برای کلانو این بسیار نقص میکنن دولت چه رقم بیچاره چیره بگیره فامید و کاش کسی که دولت هم پریشان است کنم سونه بگیره چهار طرف جنگ است پدل دادم آچور که دوی بدل داغو کی سرنگان وکی کنه او داتی کی به پیراپسی کی منگو تاس گدی خپل آبادی کو زم یو روزی الا لزان پیدا کوم بل پیدا کی بل ما پچ دل د دې ورسوالی هغه نه وای ګل ورسوالی ورسوالی کی څنګه خلک مونږ ته غران دریږي مونږ خو سران مونږ څه چی شي کومل نه سو نه ما ما پختنه دا و چې اوس دغه چاودن چې کی ګدا دی پولیس سره پامغږي ورسوالی خبره د ټول کابل خبر ده پوشه چې کوم ورس کنه چاودي هغه د سرنګان باندې بیا دلته ملک ته زنګ راکړي تاسو هغه وکي مواد باندې کنه چې کوم ورس رسالتي ورزي یا نو شا جاشن باشا چار شي کنه پرمانک څنګه مدنا خبره ده کونه بو سرنګار باندې کنه سیر دروز یک روز وزارت می باشه نه دا هغه ګور دی یو سوده کې ودرې دې بیا سره کار زی بیا به کو کنه د دغه قانون مسولین وای چاودنې قانوني دی او له دولت سره هم غږی دی راځي امنیتی مسولینو ته باور شو چا غوي څه وای مادن سنگ و کسایی که استخراج سنگ تعمیراتی را در اطراف شهر کابل از کوههایی که هست اینا انجام میتن به اساس جواز اینا دارن از وزارت معدن صنایع و از شهرولی کابل قرارداد صورت میگیره و تا یک قرارداد اینا این فعالیت خود پیش میبرن و به مو اساس همون قرارداد مواد که در انفجارات استخراج سنگ اینا به کار میبرن تا یک قرارداد به اساس تحت کنترل ارگانهای زیربط اینا وارد میشه و موارد استفاده از اینا قرار میگیره. اون موارد که غیر قانونی هست تشخیص میشه از طرف پلیس کسایی که غیر قانونی با واردات چون این مواد منفجره مبادرت میورزن یا استفاده غیر قانونی میکنن یا استخراج غیر قانونی میکنن همیشه توسط پلیس اینا کشف شده گرفتار شده و پنجه قانون سپرده شده. اما موارد که تحت کنترل قرارداد تحت کنترل ادارات زیربط میایه اونا به ما اندازه که ضرورت دارن مصرفشان از درم و انفجارات سنگ اونا استفاده میکنن و یکی چیزی که اونا استفاده میکنن مواد نو TNT یا توریتیل است که این مواد در سیستمای انفجاری و عملات توریستی که نو صورت میگیره حالا در اواخر صورت میگیره چون این مواد اوقدر استفاده نمیشه کمتر است به هر حالش ما او فعالیت های غیر قانونی را همیشه فعالیت های شانه در مجموع تحت نظر داریم و عملکرد های غیر قانونی همیشه جلوش گرفته شده و تحت کنترل پلیس قرار داره باز این هم که بورد بجم و قماندان جا کتا سرش باز میگه که نقا پای ثبت مطر ایلا بتم اینی کاره امی ها یک پنیسدی یک سی سفر پاپتش دیگه چیز نمیه خدا قرار میگیره انوز یک سلامی دیگه هم میزنم یا برو بیدا خیلی بینیم مورتول از آدم میریم سنگ میده کدم بریم چی بکنیم باش که پیسه لقمانان برای او رو مگه اسکر آمد باید اگه سی سفر پاپتش دیگه میگیرم یا برو خلاص میشه یعنی اینجا دمی کور رشوت هست در هر جای رشوت هست در افغانستان در ای جایش اتبی کس برازای خدا کار نمیتونه همی هر کس هست یک رشوت میتلبه میگه اینه که رشوت بتیم اینی کار رو میکنم اتا آدم خرخواه تال ما ندیده لازمینه که هر ورځ دیتا ورته لسګونه چاودنی کیږي خو موخه مرګ ژوبل نه بلکې د قانونو کیندل وی یوه نیوکه دا چې دغه چاودیدونکو توکي څنګه کابل ته راځي او له کومې لارې د
دغه قانونو کیندونکو ته رسیږي. د قانونو کیندونکو وایي له امنیتي ارګانونو سره همغږي دي، خو امنیتي مسؤلین بیا د کلکې څارنې یادونه کوي. خو لا هم هغه اندېښنې شته چې په دغو چاودېدونکو توکي په نورو برخو کې استعمال نه شي. د دې اونۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې اونۍ په لویو بخون کې خدای سپارم. علامه مل